میکنی تاکسی؟ وای یه دقیقه یه دقیقه از این جهنم دره ببریم بیرون لطفا. چش این چه فرودگاهیه داریم؟ اسم جنگل میمونه. بله خیلی همچین درندشت و شلوغ پلوغه. البته برای کار ما که خیلی خوبه. پرواز تو خوب بود؟ بد نبود. چی بگم والا، اون ور دنیا میشینی شما، حالا 3 ساعت تو آسمونم. 30 ساعت؟ مگر کجا تشریف میاریم؟ از ایران. از ایران؟ اه؟ بله. حد زدم. خوش اومدین خانوم، چشم دوستان روشن. بله. ایران اوضاع چطوره خانوم؟ درباره ایران صحبت نکنیم بهتره فکر. بله میفهمم، همه میدونیم چه خبره دیگه اونجا. خانم خیلی جمع و جوره بارتون، مثل که سوغاتی چیزی برای کسی نیوردین. من اینجا کسی رو ندارم آقا. جدن میگه؟ یعنی تک و تنها؟ حتما برای تعطیلات تشریف آوردین. برای تعطیلات هم نیومدم اینجا قربون. به هر حال امیدوارم خوش بگذره بهتون. ممنون، مرسی. نزدیک اتوبانیم. کجا برم؟ شمال، جنوب، شرق، غرب؟ به نظر میاد خودتون هم نمیدونید کجا میخواید برید. لطفاً منو تو یه هتلی جایی ببرید فعلا تا بعد ببینیم چی میشه. چش. خیلی ممنون. میخوایم بیام تو برای رزرو جاتون؟ اگه زحمتی نیست ممنون میشم. حتما حتما. خب مریم خانم، من با عزتون دیگه مرخص میشم. اگه کاری چیزی داشتین من شمارمو پشت اون بلیتتون نوشتم، زنگ بزنین در خدمتم. البته شما گواهینامه بین‌المللی هم داری، میتونین یه ماشین اجاره کنین، هم همه جای شهر رو بگردین، هم خیلی ارزون تمام میشه براتون. ببخشید علی آقا، من که بهتون گفتم برای گردش نیومدم اینجا. میشه لطف کنین فردا شما بیاین من یه مسائل رو باهاتون در میون بذارم؟ چه مسائلی خانم؟ همین که من اینجا چی کار دارم و واسه چی اومدم اینجا. نمیشه الان بگین؟ الان خیلی خستم، فردا همه چیزو بهتون میگم. فقط بدونین که من به کمک شما خیلی احتیاج دارم. باشه، حالا چه کمکی هست؟ راستیتش من میخواستم چند روزی شما رو در بس استخدام کنم. یعنی استخدام که نه، یعنی شما رو اجاره کنم. بنده رو اجاره کنین؟ والا اجاره که نه، شما رو نه. چجوری بگم، من چند روزی به کمک شما با تاکسیتون احتیاج دارم. هزینه‌شم هرچی باشه میدم. آخه هرچی باشه که نمیشه، من خودم مهم نیست، ولی تاکسی براتون خیلی گرون تموم میشه. مهمی؟
باشه. پس بفرمایید این کرایه امروزتون. حالا خانم باشه، فردا با هم حساب میکنم. نه خواهش میکنم. خانم فردا قراره ببینمت دیگه، من در خدمتم، فردا با هم حساب میکنم. باشه، پس این پیش منه. باشه باشه، خوب بخوابید پس. در تماسیم، خواهش میکنم. واقعا خیلی ممنون از زحمتتون. خدا. So where to, sir? I'm going to San Marco Beach. Okay. The Iranian? Yeah. Actually, it's pronounced Iranian. Okay. Yeah. You learn something new every day. Exactly. خب مریم خورم، مثل اینکه قراره امروز به بنده بگین که موضوع چیه و هم براتون چیکار میتونم بکنم. من دنبال این شخص میگردم، اسمش امیره، امیر طهماسب. امیر طهماسب؟ خب ایشون کی هست؟ ایشون همسر منه. سال پیش که برای دیدن خانوادش اومده بود ایران، هم دیگر رو دیدیم. تو همون تهران هم با هم عقد کردیم. این چند ماهی هم بعد از عقدمون تهران بود. تو اگه دیگه باید میونه سر کار زندگیش. آخه سیتیزن اینجاست. مبارک خانم، تا اینجاش که همه چی خوبه. حالا مشکل چی هست؟ مشکل اینه که دیگه ازشونش خبری نشد. قرارمون این بود که به محض اینکه رسید اینجا کارای منو جور کنه که منم بیاره اینجا. خب شما رو بیاره اینجا که چیکار کنی؟ که خواهم زندگی کنیم دیگه. چه میدونم چیز زنش بود. خب آخه شما نپرسیدی که قصدش از این کار چیه؟ خب چرا؟ با هم کلی صحبت کردیم، نقشه ها کشیدیم که چند ماه سالو اینجا باشیم و چند باشه اونجا. تازه میگفت که چند تا کلاس رنگ مو و پوست و زیبایی و اینجور چیزا هم بردارم که وقتی رسیدم اینجا منم کمک خرجش باشم. خب که دیگه ازشون هیچ خبری نشد. نه تلفنامو جواب میده، نه نامه هام بهش میرسه، نه ایمیلامو برمیگردونه، نه هیچی. عجب. خب حالا فکر میکنین چی شده؟ چی تو فکرتون؟ نمیدونم، نمیخوام گناهشو بشورم. میگم شاید براش اتفاقی افتاده یا شاید براش مسئلهی پیش اومده. هرچی، آدم چه میدونه. اون وقت خانوادهشی تو تهران با اونو صحبت کردیم؟ خانوادهشم ازش بیخبرن. میگم پسرمون سال به سالان با ما زنگ نمیزنه. میگم همیشه هم اینجوری بوده. آخه میدونی مسائل خانوادگی چجوریه تو ایران؟ هزار تا صفحه پشت آدم میذارن، مجبور جواب همه رو بدی. ما هم چند ماه اول سعی کردیم موضوع رو قایم کنیم، اما دیگه نمیشد. مجبور بودم بیام ببینم قضیه چیه، کارمو یه سره کنم برم. خب میفهمم. یعنی راست درکتون میکنم. حالا میخواین چیکار بکنم؟ راستش تا شما رو دیدم فکرم شاید شما بتونید کمک کنید پیداش کنم. حالا مریم خانم، شما به یک کاراگاه احتیاج داری؟ من یک راننده تاکسی هم. یعنی میگی نمیتونی کمکم کنی؟ یه کارش میکنیم، سعیمو میکنم. حالا ایشون چی کاره هم؟ ایشون میگفت پزشکه، میگفت کلینیک پزشکی داره. عجب. پس خیلی باید وضعشون خوب باشه.
نمیدونم، اوناش مهم نیست. حالا من فکر میکنم بریم تو شهر یه گشتی بزنیم تا یکم دلتون واس شه. حالا امیرم پیدا میکنم. سلام علیکم. شما هستی؟ خواهش میکنم. خوبی؟ امروز چقدر خوبه که اینجوری آدم تو خیابون اینجا به هموطن میرسیم. بله. نفس آسم هم داریم ولی نفسمون چاق میشه وقتی هموطن میرینیم. خواهش میکنم. خوب هستی میشه. ممنون، انشالله بهتر شد. زنده باشه. کجا برم قربون؟ حقیقت تجارت هم میکشم. من 10 دلار برم. 3-4 ملاک اب نداره آقا. 3-4 ملاک باشه باشه. فقط یه لطفی بکنید اون کمرمندتون لطفا ببندید. بله من نفسم تنگ میشه. اب نداره. آسم دارم تو این شهر. باشه باشه ایراد نداره. ایراد نداره. دو ملاک دیگه پیاده میشه. ایراد نداره. ایراد نداره. چقدر از دیدارتون خوشحال. خواهش میکنم. خواهش میکنم. کار و کسی بیک زندگی اینجا چجوریه برادر؟ بالا بد نیست، میگذره دیگه، همه در تلاش. موفق باشه. ولی ممنون. ببخشید قربون، کجا برم؟ دوست عزیز، آدرس رو تو جیبم داشتم، گم که هرچی داشتم پیدا نکردم، نوشته بودم برم. ولی به چشمم میتونم چراغ بعدی ببیچین دست راست. همین چراغ بعدی؟ من میشنسم، بله. مطمئنی؟ بله، دست راست. باش. خیلی ممنون. چراغ بعدی قربون فکر نمی کنم. خخخ گم شدیم. اینجا کجاست؟ چه میدونم والا، قبرستون. چون ناسزا میگه آقا. ناسزا چیه قربون؟ قبرستونه. بله انگار راست میگه.
خب مریم خانم چطور خوابیدی؟ بهتر از شب قبل بود. خب عالی عالی. علی آقا برنامه امروزمون چیه؟ خانم من فکر میکنم بهتره از این آدرس که شما از امیر دارین شروع کنیم. احتمالش خیلی زیاده که اونجا باشه. بسیار عالی. نگران نباشید خانم، بالاخره شما برین اینجا که باشه و بروشین دیگه. نه؟ بله. Hi, how are you doing? Hi. My name is Ali. This is Mariam. Pleased to know you. Can I help you with something? We're looking for Amir. He moved out. That was 8-9 months ago. میگه که 8-9 ماه دیگه اینجا نیست. آدرس جدیدش شماره چیزی ازش نداره. Do you know where he might have moved to? I have no idea. He never told me anything. میگه که زیاد با هم رابطه نداشتن. Do you by any chance get any letters for him? I had quite a pile there for a while, because it seems to come all the time. But then, since I didn't hear from them, didn't know what to do with them, just got rid of them. You can نامشو ریخته دور برای که لازم نداشته. ولی نمیاد ببرتش. All right, can I leave you my number if you hear anything from him? No problem. You let me know. I appreciate it. Absolutely. My name is Ali. No problem. I appreciate it. It's a local number, right? Good to meet you. You have a nice day. Hope you find him. مریم خانم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که با پلیس چک کنیم. اگه ازش خبری داشته باشه اینو حتما توی رکوردشون دارن. موقع میفهمیم چه خبری دیگه، چی شده بهش. اگه نه اون موقع میتونیم دنبالش بگردیم. نظرتون چیه؟ راستش نمیخوام پای پلیس رو بکشم وسط. آخه مسئله نیست، اینجا از این اتفاقات زیاد میفته. والا من یه مقدار دلواب هستم، اما هر چی شما فکر میکنین. من فکر میکنم اولین کاری که باید بکنیم. یه لحظه. بفرمی. یعنی ممکنه این سعی و سالم باشه اون وقت زندگیمون یادش رفته باشه؟ والا ظاهرن که این شکلیه مریم خانم، مگر اینکه واقعا دچار فراموشی چیزی شد. بفرمی بفرمی. دریاتون قشنگه علی آقا. خانم باورتون بشه نشه، دفعه آخری که من دریا بودم 11 سال پیش بود. اونم به خاطر اینکه مهمون داشتم از ایران آوردمش اینجا. ما 8 ساعت از تهران میکوبیم میریم شمال که نزدیک دریا باشیم، اون وقت شما همینجا بغل گوشتونه نمیاین؟ خب آره، بچه ها دریا مریا دیگه نمیرن خانم، یعنی وقت ندارن خداییش، گرفتارن. مرسی. خواهش. در ضمن آب اینجا هم خیلی سرده، به درد نمیخوره. من یادم ایران که میرفتیم دریا اصلا از تو دریا بیرون نمیمدیم. اینجا دفعه اول که رفتم زد تو ذوقم، خوشم هم سرده. ما
مریم خانم چه سالی این دوستمون فارغ التحصیل شده؟ یادتون هست؟ 2002 فکر میکنم. 2000 بله همون 2002. 2002. یادتون هست از کجا؟ میکنم که یو CLA؟ نه نه نه. یو SC؟ بله 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 فکر میکنم. یو SC خیلی خوب. خب میشه پس اونجا شروع کرد حالا ببینیم که ازش نشونی چیزی دارن. براتون آبی چیزی بگیرم از این فروشگاه؟ یه آب کوچولو براتون دشنتون هست؟ چرا که نه؟ باشه. یه خوبیه. چشم. چیز دیگه میخوام این خانم؟ نه من خوبم. اگه شما لازم دارین باشه. نه نه من منم یه آب میخواستم برای خونم بگیرم. الو محسن جان سلام. سلام شما؟ علیم، علی نورتریج. واه علی جان چطوری؟ حالت چطوره؟ کجایی بابا بی معرفت؟ همین دور اطراف. حالت خوبه؟ قربونه تو خوبی؟ محسن جان جانم قرض از مزاحمت یادته دنبال یکی از دوستای مشترکمون میگشتی؟ آره آره یادمه. چطور مگه؟ آره یادم گفتی یه پسر کره‌ای برات تو اینترنت گشت پیداش کرد. یادته؟ آره آره فکر کنم جری رو میگی. خب این جری هست هنوز؟ حتما باید باشه. ببین این میتونه یکی رو برامو پیدا کنه؟ اگه این دورو برا باشه حتما کارش اینه. حالا قضیهش مفصله بهت میگم. اسم پسره امیره، امیر تهماسب. امیر تهماسب؟ امیر تهماسب؟ یه دقیقه بایستا، یه دقیقه بایستا. آده آشناد امیر تهماسب. Amir Tahmasib, huh? I can make a couple of phone calls and see what I can find out about this guy. Why, what's up? قضیانی بسنه دمیس هم برسونه. تکسش کن، تکسش کن، ما بچه دمی چک میکنم. جریانو مفصله، بلا قضیه. از کجا شروع کنم؟ فیسبوک؟ فیسبوک و توییتر این داستان رو خودش نگاه کرده. Who is it? Ali? Hey, Dion, how you doing? Good, good. Hey, Ali, can take me to the zoo on Friday, please? Take you where? Zoo. Oh, to the zoo? Yes. When? On Friday. On Friday? Yes. Why do you want to go on Friday? Because I want to go and see the elephant. Elephant? Yes. You like the zoo? Yes. Which animal you like? Lion. Lion? Yes. You don't like No. Tiger? No, lion. Lion? Yes. You don't like tiger? Tiger. Tiger too? Yes, yes. Okay? Okay, I talk to your mother. If she say okay, I'll take you home. Okay. Okay. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.
Hey, where you been? I've been trying to get you. Call your mom, she's been asking for you. Studio City. Studio City? That's a long drive, sir. Oh, we'll make it. Make a right! Okay, wait, hold on. Make a right! Hold on, ma'am, that's a one-way street. Make a right! Hold on. It's me! I'll call you, make a right! Ma'am? Why are you screaming? خب خانم چطور خوابیدین دیشب؟ بهتر، روز به روز داره بهتر میشه. خب شکر. ولی آقا سر نخی چیزی؟ والا به خیلی از بچه‌ها سپردم دنبالشن، تو طول روز قرار بهمون اطلاع بدن. در ضمن که دو سه جام خودمون باید بریم امروز. به هر حال شما اصلا نگران نباشید دیگه خانم. مریم خانم، اینجا دی ام ویه، اداره راهنمایی رانندگی. خب من یه رفیقی اینجا دارم، خب برم سیستمشو نگاه کنه ببینه از امیر میتونه نشونه پیدا کنه منم. خب این که خیلی عالیه. آره اگه بشه عالیه. میخوان شما بیان؟ اگه لازمه هر جور شما فکر میکنی. خب شلوغ پلوغه داخل، میخوان شما 5-6 دقیقه بیشتر تون نمیکشه. باشه حتما. آره برمیگم. خانم هفشتا اسم امیر تماسه برامون کشید بیرون رفیقا. هفشتا؟ بله همشون هم دکتر و مهندس و وکیل و پروفشنال های دیگه بچه ها واقعا جالبه. بله خانم، حالا بماند هرچی که راجع به ماها اینجا فکر میکنن، ولی خداییش درست نیست. اینجا بچه ها صبح تا شب زحمت کشیدن، رو کاناپه همدیگه خوابیدن، مدرسه رفتن و دنبال هدفشون بودن. من چیزایی که میشنوم راجع به ما میگن واقعا درست نیست. هیچ کدوم اینا درست نیست. بله مطمئنم. حالا اگه خواستین بشینیم اینا رو با هم زنگ بزنیم، بیادید یکی از این اسامی همین دوستمون از آب در اومد. باشه مرسی حتما. علی آقا اینجا موزه هم دارین دیگه نه؟ بله خانم، کلی هم فسیل توشه. اتفاقا نماینده فسیلاش هم از همین الان میتونی تماشا کنی. شکست نفسی میکنین علی آقا؟ نه والا خانم، از بین رفت این بچه تو این بیساب مرده. ایوا علی آقا چرا قرمز رد کردین؟ بله خانم، آخ ببخشید خانم، حواسم پرت شد. شنیدم خیلی هم گرونه اینجا جریمه هاتون. بله خانم، آخه هیئت منصفه میاد و قاضی میاد و وکیل مدافع میارن و از این بازی ها در میارن برای یه دونه
جریمه رانندگی. برای همینم 700-800 دلار خرج آدم میشه. پس یعنی یه 700-800 دلاری پس انداز کردین امروز. خانم اگه اونجوری باشه که پس ما هفته 200-300 دلار کاسبیم، خودمون هم خبر نداریم. Sorry, I got a show in about 8 minutes. I gotta warm up a bit. I know, but I mean... Look, I'm paying for their cab, right? You're paying for the ride, but you're not paying for a rehearsal room. Do you see me blasting my favorite tune for you? I mean, you don't, right? Do you have a Dr. Tamaseb there? No, I don't. ببخشید دکتر تماسب دارید اونجا؟ امیر تماسب؟ نه، این تو هفته دکتر رو بدون. Hi, do you have a امیر تماسب there? Dr. امیر تماسب؟ I have. You ever had Dr. تماسب there before? Not that I know of. Oh, okay. All right. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. عجب گرفتاری شد. محسن جان سلام. سلام علی جان. خوبی داداش؟ داشتم الان فکر میکردم که ازت خبری نشد که زنگ زدی. راست میگی؟ جونه تو. آقا پسر رو پیدا کردم. خب زنده با. میگه میتونه پیداش کنه. امیرو؟ منطقه یه 200-300 دلاری خرج داره. خب خیلی خوبه. آره پس بگو برام این کارو بکنه دیگه. باشه. آره عزیزم منم خودم یه نکته میام پیشت که پولشو برات بیارم. باشه حالا اونش مهم نیست داداش. نه ببین آخه میخوام کارشو راحت انجام بده. آره فرات جان باشه قربونت. اوکی میبینم قربونت. خداحافظ. Hi. Can we see the doctor? Do you have an appointment? Not really. You know what? I'm going to have you just fill out this information. Hey, Jen, it's worth a plan to sell them. Give me one second. Okay, sure. Excuse Thank me. You. Yeah. Dr. Thomas, sir? What happened, Dr. Thomas? بزن ببخشید اشتباهی اومدی. باز میخوام. دکتر تماسه؟ خودم هستم. بفرمایید. مرسی. ببخشید دکتر اشتباهی اومدی. ببخشید باز میخوام. خواهش میکنم. ایرادی نداره. خواهش میکنم.
Dr. Thomasov? Yes. Where are you from? Istanbul. Oh, thank you. Sorry about that. Hey, how you doing, man? Hey, man. What's up? I had a question for you. Yeah. Are you really taking Dion to the zoo on Friday? I'm not sure. Why? Because my mom said she will pay you if you do. Oh. Oh, she doesn't have to pay me. I'll come talk to her, okay? All right. Bye, man. Bye. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Hey, does Amir Tahmasev live here? No, I'm sorry. Oh, you live here? No, I'm taking care of someone in here, you know, Mr. Ali. Oh, okay. How long you been doing this? About 4 years. Oh, nobody lived here named Amir Tahmasev? Nobody that name. Oh, okay. No. Okay. Okay. All right, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Who are you? Oh, I'm nobody really. I'm just looking for this friend of mine, Amir. They gave me this address for him. I thought he lives here. Oh, okay. Thank you so much. You're very welcome. Bye. سلام خانم کوچولو. من کوچولو نیستم. ببخشی چقدر فارسی خوب حرف میزنی. مرسی. ببینم ددی هست خونه؟ بله. میشه صدا کنی؟ بله. ددی. بله. کیه دخترم؟ بفرمایید. ببخشید آقا، باز شما ببخشید. وایسا آقا، وایسا. وایسا ببینم آقا، وایسا ببینم. شما دیروز اومدی در مطب من با اون خانومه، امروز اومدی در خونه ما، جریان چیه؟ آی دکتر جریانی نیست، ما دنبال یه بابایی میگردیم که شما نیستی. اما نمیدونم چرا همش حضرت عالی جلو پای ما سبز میشی. خیلی خب، حالا دعوا نداریم که. حالا ما دعوا نکردیم. خداحافظ شما. سلامم. مریم خانم، خداییش دیگه نمیدونم چیکار کنم. عقلم به جای قد نمیده. ولی من مطمئنم میتونیم پیداش کنیم علی آقا. منم امیدوارم مریم خانم. من طول کاریو شروع نکردم که نتونم تمامش کنم. آفرین. ببینم، یعنی واقعا این فامیلای امیر ازش هیچ نشونه ای ندارن؟ چرا؟ خیلی اومده بودن تو اون جشن. ولی آقا، علی آقا، آدم چطور میتونه سراغ شوهرشو از دیگران بگیره؟ خب ما که اینجا داریم همین کار میکنیم مریم خانم. خب خیلی آقا، اینجا که ایران نیست، فرق میکنه. بعدش هم همه زحمت گردن شماست اینجا. اختیار دارین، چه زحمتی خانم؟ من اگه بتونم کاری بکنم که خدامه. ببینم مریم خانم، شما تلفنی چیزی از خونه امیر دارین ایران؟ باید داشته باشم. به من بدین لطفاً اونو، من یه زنگی میخوام بزنم ایران از اینجا. شما بهشون زنگ بزنید؟ آره، از اینجا فرق میکنه اگه تلفن بزنی بهشون. باهاشون صحبت کردم، اونا هم ازش نشون و خبری ندارن. میدونم میدونم، ولی من فکر میکنم اگه تلفن اینجا بشه فرق. باشه، چی بگم والا، هرچی شما فکر میکنی. باشه، پس من فکر میکنم بریم چند تا از این
کارت تلفن بگیریم بعد بهشون یه زنگ بزن. باش. باش. بریم. مریم خانم من یه چند تا دروغ سفید مجبورم تو این تلفن بگم. دروغ سفید دیگه چی علی آقا؟ یعنی دروغ مصلحتی. راستش من با دروغ اصلا میونه خوبی ندارم. ولی تو این یه مورد به خصوص اشکالی نمیتونه داشته باشه، درسته؟ البته دلم نمیخواد شما فکر کنین این علی آقا را به راه میره به مردم دروغ میگه ها. شما خیلی بهتر از این حرفای این علی آقا. خواهش میکنم. اجازه بدین. خب ما با کارت زنگ میزنیم ایران مریم خانم. از این کارتای تلفنی که ایران هم دارین از این کارتا؟ اتفاقا از ایران هم با امریکا تماس میگیریم با کارت زنگ میزنیم. جدا؟ بله. الو جناب تماسه؟ قربان سلام عرض کردم، من علی مدیریم از امریکا زنگ میزنم. والا من از دوستای قدیم امیر هستم، برای امیر یه چکی، یه چک دولتی اومده پیش منه، دوستش به من داده، از من خواست که امیر رو پیدا کنم براش بفرستم، ولی من هیچ آدرسی نشونه ای چیزی از امیر ندارم خیلی وقته، اما یادمه که تلفن شما رو از قدیم داشتم. اگه چک دولتیه، گفتم بهتون زنگ بزنم اگه از امیر آدرس دارین بهم بدی که من براش بفرستم این چکو. خب بسیار عالی، پس من شمارمو میدم بهتون، شما لطف کنین بدین به امیر. تلفنم هست، کد لس آنجلس. خواهش میکنم. کد لس آنجلس خود امیر میدونه، 310 310 53 36. خیلی ممنون جناب تماسف، خواهش میکنم، شبتون بخیر. خواهش، خداحافظ شما. مریم خانم چی فکر میکنی؟ عجیبه، یعنی اونو ازش خبر دارن؟ والا اینجور به نظر میومد. دیان، واتساب. واتساب. واتساب من. فرایدی، اوکی؟ یو پرامیس. اوکی؟ فرایدی. فرایدی. اوکی. اوکی. بای بای. اوکی بای. ببخشید علی آقا، یه لباس قشنگ دیدم. میشه یه دقیقه بریم تو؟ صد در صد، چشم، چشم. باورت میشه دوتایی دست تو دست هم اومدن تو، اقلا نمیذاره یه چند ماهی از طلاقش بگذره. منه نشون بده کجا منه. من که فکر میکنم اینا از قبل همدیگر رو میشناختن. آخه چطور ممکنه؟ مهناز رو بگو چه لباس اون مالی تنش کرده بود. مثل اینکه سلیقه نیلو به اینم اثر کرده، هرچی این میپوشه میدوه میره لنگش رو پیدا میکنه. مگه یه بار بیدار هم اون خیلی را میفتاد. هم کاری چیزی هست که بتونم براتون انجام بدم؟ بله بله، مثلا ببینم سایز کوچیکتره اینو داریم. بله. چقدر مانتوتون قشنگه، از اینجا گرفتی؟ از ایران. او ایران هستی یا اینجا زندگی؟ ایران، اینجا برای چند روزی اومدم. خوش اومدیم. ببینین این چطوره، یه لباس دارم جون میده به پوست شما. میتونم ببینم؟ بله بله. بفرمایید بیان جلو آینه. نظرتون چیه؟
این آقا کیه؟ والا هنوز نمیدونم. وا یعنی چی نمیدونی؟ مگه با هم نیومدی؟ چرا؟ ولی فعلا خیلی گیرم. فعلا هیچی نمیدونم. الو؟ آقای علی مدیری؟ علی مدیری؟ بله خودمم. جناب علی؟ من امیرم، امیر تماسب. آه بله بله، امیر خان کجایی داداش؟ شما با فامیل من تو ایران تماس گرفتین؟ بله، برای یکی از دوستای شما پیش من چند تا چک برای شما گذاشته، داشت از کالیفرنیا میرفت، به منم یه آدرس داد برای تو فرستادم. اون آدرس برگشت خورد. من شما رو اصلا نمیشناسم آقا. آقا منم شما رو نمیشناسم قربونت برم، اونش مهم نیست. اگه آدرسی چیزی دارین بهم بدین که اینا رو براتون بفرستن. من هیچی ندارم. آدرس ندارین؟ اگه میشه. آره آقا. آره. خب من چیکار کنم اینا رو؟ نمیخوای اینا رو بفرستم براتون؟ نه مرسی، واسه خودت نگهدار. باش آقا. بله بله. سانتا باربارا. Is Amir there? Amir Tamasev. Oh yes. Hold on. Just one moment, okay. Okay. Thank you. مریم خانم، امیر رو پیدا کردیم. جدن؟ بله. کجا؟ یه شهری دو سه ساعتی اینجا. مطمئنی خودشه؟ گفت پدرش زنگ زده بود از ایران، شماره منو بهش داده بود. سالمه؟ بله. میخواییم بریم دنبالش؟ راستش علی آقا من الان اصلا آماده نیستم، فردا بهتره فکر میکنم. باشه، میخواییم ببرم اتون هتل الان، فردا اول وقت بریم. عالی، فکر خوب. باشه. مریم خانم، فقط جالب این که ایشون از آتو کلینیک زنگ میزد، کلینیک پزشکی چیزی نبود. برام اصلا فرق نمی کنه از کجا زنگ زده بود علی آقا. متوجه هم، منظورم اینه که اونجا آتو کلینیک بود. چرا آوردی؟ اینو کاما بود. خودت بده اینو. من تا
had better ones, let me tell you right now. Yeah. Okay. Listen, I gotta run. I'm in a hurry. All right, but I'll catch you, okay? All right, all right, I'll catch you. All right, take care. All right, I'll see you. Machine Dumjaz. All right. مثل که رسیدیم. بله. میخواین من با تو بیام تو؟ خواهشان شما همینجا بایستین، من برمیگردم. مطمئنی؟ بله. لیکر سمجه ها کنیم. Hey, can I help you with something? لیکری زمی؟ He's inside. Thank you. مگه زده به سرت؟ اینا امسال افتادن. Can I help you? Where is Ali? He's in the back office. Okay, thank you. دیگه چه خبر؟ جدی؟ Where? Over there? Where? خانم چطوره؟ اه؟ اون هم لیکرز میبینه؟ بسم الله. شما اینجا چی کار میکنی؟ بسم الله. مگه چن دیدی؟ شما خجالت نمیکشی؟ شما شرف نداری؟ غیرت؟ وجدان میدونی چیه؟ یه لحظه من وقت میدی؟ فکر کردم تو زندانی، تو بیمارستانی، تو کما رفتی. 11 ماه آزگار، شما زندگی منو، خانوادم رو به گروگان گرفتی. اون وقت بدون هیچ احساس مسئولیتی چیزی نشستی اینجا داری پدی کور میگیری؟ واقعا که شرف داره حیوان. به شما حیوان هم نمیشه گفت. اینا چیه داری میگی؟ آخه شما چطور میتونی با زندگی من هم اینجور بازی کنی همین؟ خب من فکر کردم میتونم اوضاعمو درست کنم. مریم اسم منو نیار. کاش من میرفتم تو کما، کاش من نبودم و خانوادم بیشتر از این آبروشون نمیرفت. ما اینجا از کله سر تا بوق سگ داریم میدونیم. تازه هشتمون گره ناهمونه خانم. امضا کن. این چیه؟ اینجا رو امضا کن. این چیه آخه؟ بهت میگم اینجا رو امضا کنم. من نمیخوام رو چشم هرچی میخوای مرگم، هر رنگی دوست داری سیاه. دفعه بیشه خواهر بیا 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 این آسان جور بدم خودم نگرد و گیشتن یاده در جانم به خلیدی هستی. شو کار شایسته نکردی دکتر. آقی باشن کابوس نزا بیام سراغت. مریم خانم، خانم میخواین وایسین برای چایی؟ یه جای خیلی دنج این گوشه ها هست. باشه، فکر خوبیه.
خسته شده این راه خستت میکرد؟ از زیاد اینجا رو دوست داری؟ زیاد اینجا رو کسی نمیشناسه. این رستوران هم بیرون جاده است، هر کسی که میان اینجا برند کوه و اینا اینجا چایشون رو میخورن. علی آقا شما اینجا چی کار میکنین واقعا؟ این کار که تو ایران هم میتونین بکنین نه؟ مثل که کار من زیاد خوشتون نمیاد خانوم. منظور بدی نداشتم. عیب نداره، این کار که خیلی شرافتمندانه است، فکر نمی کنی؟ بله مطمئنم. من با عزت این قدمی بزنم. مستقیم ما نمیخوره خانم، خانم ما تو کوچه پس کوچه هاست. میبرمتون. گم میشینا. منی؟ بله بفرمایید. باشه. به خدا علی آقا منظور بدی نداشتم. عیب نداره خانم، مهم نیست. راستش من اینجا راحتم خانم. بعد دانشگاه با دوستا برای چند شرکت کار کردم، اما تو این اوضاع همه رو ریختن بیرون، برای همین بچه ها همه دارن یه کار دیگه میکنن. البته من این کار رو دوست دارم، رو راسته، کلک دوش نیست. برای حال فعلا تا ببینیم بعدا چی میشه. مسئولیت ها دنیای آدم عوض میکنه خانم. اینجا زندگی بد جوری آدم رو میپیچونه، هزار و یه مسئله آدم داره. بعدش هم ما کلی عمر گذاشتیم ایران، کلی یقمون رو جر دادیم، نتیجهش همینه که میبینید، یه عده افتادن جون هم دارن هم دیگه رو تیکه پاره میکنن. بعدش هم میزنن به حساب مردم. البته مردم هم دیگه هوا همو ندارن، ایشکی به ایشکی نیست، کسی به کسی سر نمیزنه، ایشکی ایشکی قبول نداره اصلا. اینه که الان دلم فقط خوشه برای سه چهار تا نقاشی که هر از گاهی میکشم. خیلی دلم میخواد نقاشیاتون رو ببینم. تشریف بیارین، اتفاقا یه گالری قراره برای سه چهار تا بچه ها رو با هم نشون بده یکی دو روزه، به شرط اینکه دیگه قهر نکنین علی آقا. بله خانم، چشم. خانم حسابمون رفت بالا، میشه بزنین بغل لطفا؟ بابا خوش اومدین کلبه فقرا خانم. اگه اشکالی نداره
اصلا. سفر چه خوبه تو جاده های نند، صاحب قلب من شد، منو پیشت نگه دار. با تو بارون قشنگه، تو غسل از تو مردم، خوبه به تو رسیدم، از تو غزل شنافتم. خوبه خوبه با تو رفتم، خوبه خوبه با تو موندم، حتی خوبه گریه هامو بشه با تو دوره کردم. دل چسبه با تو دریا، راهی شدن به فردا، قدم زدن تو ساحل کنار شاپرک ها، تو سرمایه همیشه با تو سردم نمیشه، با تو میرن از اینجا ابرای پشت شیشه. با تو همیشه تازم، نیلوفرای آبی، با تو تموم نمیشه این سفر حسابی. عشق تو صادقانه است، خلوت مومنان است، دغدغه های قلبم با تو چه کودکانه است. خوبه خوبه با تو رفتم، خوبه خوبه با تو موندم، حتی خوبه گریه هامون بشه با تو دور کردم. شدن به فردا، قدم زدن تو ساحل کنار شاپرک ها، تو سرمایه همیشه با تو سردم نمیشه، با تو میرن از اینجا ابرای پشت شیشه. خوبه خوبه با تو رفتم، با تو موندم، حتی خوبه گریه هامو بشه با تو دور کردن. خوبه خوبه با تو رفتم، خوبه خوبه با تو موندم، حتی خوبه گریه هامو بشه با تو دور کردن. چایی چیز براتون بیارم؟ مرسی، من این چیز لازم دارم. شما بریم به کارتون برسیم. هیچ
چایی بگم؟ نه من واقعا خوبم. شما بریم به کارت برسیم. بالا کارت زیاده. مردم رفتن. خب همه میرن. خب حالا ما میتونیم با آقای آتیسی 2 دقیقه صحبت کنیم؟ 100%. بفرمایید. خب علی آقا، این کارهای شما اسمم دارن. بله، مثلا اینی که میبینید اسم این شروعه. شروع؟ البته شروع تلخیه، ولی اسم شروعه. عجب. بله، بفرم. اسم یکی چیه علی آقا؟ اسم این مسافر. مسافر خیلی شبیه مریم، نه؟ شبیه همه مریمایی که میرن دنبال سرنوشتشون. شبیه همه مریمایی که سرنوشت خودشون و خودشون میسازن؟ دقیقاً. آفرین. علی آقا روی قیمت نمیبینم. برای فروش نیست خانم. حیف. مال یکی از دوستامه. ببخشید. تو بودی مال دوستتونه. مال شماست. بس خواهش میکنم، برای شما کشیدم. بس نمش که راحت بتونی ببری. خیلی ممنونم. راستی و پروازتون کیه؟ 10:12 صبح فکر میکنم. فردا؟ بله. جدا میگی؟ ایداد میدونی که باید 7-8 صبح اونجا باشی. چرا 7-8 صبح؟ یه مسائل مکافاتی داره. چه مسائلی؟ حالا بهتون میگم. میگم حیف که شما وقت ندارید. من یه بال پشتمونه نقلی دارم، هر وقت دلم برای ایران تنگ میشه میرم اونجا. دوست داشتم اونجا یه چای مهمونتون بخورم. چرا که نه؟ عالی. چمدوناتونو که بستین؟ نه چمدونی ندارم، فقط یه دونه. آه اوکی، پس میتونیم بریم دیگه. خیلی عالی میشه. تو آقای باغچه با نمک همون پایینشه. بفهمید.
البته اینجا مال ما نیست، ما همسایه‌های دیگه اینجا رو تقسیم هر کی گوشه‌شو داره. مال ما بود که خانم به چی فکر میکنی مریم خان؟ میشه نگم؟ حتما
پس دارین میرین ها؟ چیکار کنم علی؟ دلمو خیلی تنگ میشه براتون. همین؟ چی بگم علی؟ نگران نباشید، یادتون میره. فکر نمی کنم. شما گردنتون کوهلی آقا؟ والا خونه به هم ریخته بود، هرچی گشتم پیداش نکردم. خیلی ممنون مریم خانم. مال شما، نگرش داریم. مطمئن باشین گمش نمی کنم. شما نمیانیم به خدا رو چه دیدی؟ یهو دیدی ما هم یه روز افتادیم تو فرودگاه شما. که شده یه خدا میدونم. راستی براتون نامه بنویسم جوابشو میدی؟ خب معلومه، شما چطور؟ حتما. خدمت شما. این چیه مریم خانم؟ برای زحمتی که کشیدین دیگه. البته خیلی ناقابله. بابا اصلا مهم نیست آخه. نه جدن من مریم خانم. نه مریم آخه این چه کاریه؟ نه واقعا مریم خانم حالا هستیم. من واقعا نمیتونم قبول کنم. ببین حالا ما میایم اونجا شما ما رو بگردون دیگه. اون باشه، اون بماند، اون بعدا. بابا مریم حالا این باشه. علی آقا یعنی دوستیمون به هم میخوره. حالا باشه این پیشتون یعنی قطع رابطه. اخ 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 باشه. لازم نبود واقعا. راستی چیه دیگه علی آقا؟ برای شما گرفتم. آخی باشم. حالا چرا گل آفتاب گردون؟ برای که گل آفتاب گردون برمیگردم. مراقب خودتون باشین. خدافظ علی. خدافظ. سفر چه خوبه تو جاده های نند، صاحب قلب من شو منو پیشت نگه دار. با
تو بارون قشنگه، تو غسل از تو مردم، خوبه به تو رسیدم، از تو غزل شنافتم، خوبه خوبه با تو رفتم، خوبه خوبه با تو موندم، حتی خوبه گریه هامو بشه با تو دوره کردم. دلچسب با تو دمریا، راهی شدن به فردا، قدم زدن تو ساحل کنار شاپرک ها، تو سرمای همیشه با تو سردم نمیشه، با تو میرن از اینجا ابرای پشت شیشه، با تو همیشه تازم نیلوفرای آبی، با تو تموم نمیمیم.